مجدداً به برنامه زنان امید خوش اومدین. داشتیم می گفتیم که ما نیاز به زمان آرامش و استراحت داریم تا بتونیم توی زندگیمون تعادل ایجاد کنیم و بعد از روش‌های مختلفی برای آروم کردن خودمون صحبت کردیم. به نظر من باید نسبت به سلامت خودمون مسئول باشیم و تمرینایی که براتون توضیح دادیم میتونن قدم خوبی برای شروع باشن. اما گاهی با وجود همچین تمریناتی باز هم دست از نگرانی بر نمی داریم. شاید اصلا به پیامد نگرانی فکر نمی کنیم. خب به نظر من نگرانی زمانی میتونه مفید باشه که ما رو به سمت حل مسئله هل بده. یه مادر نگران نوزاد تازه متولد شده شه و این باعث میشه که همیشه حواسش به نوزاد و نیازهای اون باشه. اما وقتی اون نوزاد میشه 30 ساله، دیگه نگرانی به اون شکل جایز نیست. گاهی فقط اجازه میدیم نگرانی همینطور توی ذهن ما رخنه کنه، در حالی که هیچ سودی برامون نداره. ما به جای نگرانی های بی نتیجه به راه حل عمیق‌تری نیاز داریم. درسته فرشته جان. عزیزان میدونین بزرگترین کسی که توی این جهان بود جمله های حکیمانهی درباره نگرانی گفته؟ بله، منظورم عیسی خداونده. عیسی همون کسیه که هنگام آفرینش آسمان و زمین با خدای پدر بود. وقتی که اون روی زمین بود به مردم یاد داد که چطور باید زندگی کنن. دوست داریم بعضی از جمله هاشو بشنویم؟ عیسی داشت به گروهی از مردم تعلیم میداد. نه مردم مهم و ثروتمند، بلکه مردم عادی که روزانه برای کسب روزی خودشون تلاش میکردن. مردمی که میخواستن خدا رو بشناسن. اجازه بدید بخشی از کتاب مقدس رو براتون بخونیم. متی باب 6 آیات 25 تا 34 اینطور میگه: پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نه میکارند و نه میدروند و نه در انبار ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا شما بس با ارزشتر از آنها نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ و چرا برای پوشاک نگرانید؟ سوسنهای صحرا را بنگرید که چگونه نمو می کنند؟ نه زحمت می کشند و نه می ریسند. به شما میگویم که حتی سلیمان نیز با همه شکوه و جلالش همچون یکی از آنان آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود این چنین می پوشاند، آیا شما را ای سست ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم، زیرا اقوام بت‌پرست در پی همه این گونه چیزهایند. اما پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه نیاز دارید. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا نباشید، زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت. مشکلات امروز برای امروز کافی است. بی‌نظیر جملات عیسی. همینطوره. شاید فکر میکنین عیسی داشت به همون تضمین میداد که همیشه هر چیزی را که بخوایم به دست میاریم. اما فکر نمیکنم منظورش این بوده. او داره به همون یادآوری میکنه که چه رابطه‌ای با خدا داریم. وقتی به او ایمان داریم، پدری آسمانی داریم که دوستمون داره. ما برای او بسیار مهمتر از پرندگان گیاهانیم. او دقیقا میدونه که ما به چی احتیاج داریم. پس میتونیم برای احتیاجات روزانمون به خدا اعتماد کنیم. میتونیم برای سلامتیمون، کارمون و حتی معجزاتی که نیاز داریم به او چشم بدوزیم. یاد اون بچه 30 ساله افتادم که شاید تو دردسر افتاده. ما میدونیم که خدا حواسش به اون بچه هم هست و اونو به اندازه همه ما دوست داره و تنهاش نمیذاره. اما با این وجود بازم نگرانیم. من راه خوبی برای مبارزه با این نگرانی ها سراغ دارم.
و اون دعا کردنه. وقتی که ما به درگاه خدا دعا میکنیم و مشکلات رو به او میسپاریم و ازش کمک میخوایم، یادمون میاد خدا کسیه که کنترل امور به دستشه و او به همون قدرت کافی برای مبارزه با این احساسات منفی رو میده. من نامه ای از یکی از دوستام دریافت کردم که بارها توی این برنامه راجع بهش صحبت کردیم. میدونین که من دوستی دارم که خیلی مریضه و از بیماریش خیلی رنج میبره. یه دوران افسردگی طولانی رو پشت سر گذاشته و اون موقع حس میکرد که همه چیز تاریک شده. اون ازم خواست تا این نامه رو برای شما هم بخونم. اون نوشته: نوشین عزیزم، من تازگی ها استرابای زیادی رو پشت سر گذاشتم، اما خودم هم نمیدونم دلیل استرابم چیه. مخصوصا وقتی که با دوست صمیمی خودم سارا هستم خیلی استراب میگیرم. قبلا هر وقت کنار هم بودیم من خیلی با انگیزه و آروم بودم. چطور چنین حسی میتونه یه دفعه اینقدر تغییر بکنه؟ ما حتی مشاجره یا مشکلی هم با هم نداشتیم. سارا هنوز همون آدمه. خیلی سردرگم شدم، حتی ترسیدم، چون این حس توی قلب و ذهنم ریشه کرده و نمیتونم کنترلش کنم. از این میترسیدم که کنار بقیه دوستام هم دوچار این ترس و استراب بشم. میدونین از خودم هم میترسم. دیروز با مشاورم صحبت میکردم، با هم دعا کردیم. یادم اومد که عیسی هم به من خیلی نزدیکه، حتی در مضطرب‌ترین روزها هم کنارمه. نمیتونم ببینمش، اما میتونم تصور کنم که کنارم ایستاده و مراقب من هست. اون دقیقاً میدونه که دلیل استراب من چیه. توی قلبم حس کردم که هنوز زمانش نرسیده که دلیل استرابمو بدونم. اما عیسی کمکم میکنه تا متوجه مشکلم بشم و به وقتش حلش کنم. اما الان لازمه که صبر کنم و در حین این انتظار میدونم که عیسی مسیح مراقب من هست. اون منو دوست داره و کنترل همه چیز توی دستشه. دونستن این حقیقت کافی نیست؟ پس میدونم که در نهایت همه چیز درست میشه. این طرز فکر به من آرامش عمیقی میده. هنوزم گاهی اوقات مضطربم، اما آرامش حقیقی توی قلب من ساکنه، عمیق‌تر از افکار مضطربم. میدونین دوستان، موقع استراب ما نیاز به امید داریم. وقتی که با خدا در ارتباطیم میدونیم که درک میکنه و دوستمون داره. کنترل شرایط در دستان خداست. امید حقیقی یعنی این که همه چیزو به اون بسپاریم. ببینم آیا شما این ارتباطو دارین؟ میتونین به درگاه خدا دعا کنین هر جایی که هستین و ازش بخوان که شما رو ببخشه و به عنوان فرزند خودش شما رو بپذیره. میتونید همین امروز این کار رو انجام بدید و او دعای شما رو به واسطه پسرش عیسی میشنوه. آمین. دوستای عزیز، زمان برنامه امروز ما به پایان رسیده. در آخر میخوام کلامی از کتاب مقدس رو براتون بخونم. یکی از شاگردان عیسی به اسم پتروس در نامه اول پتروس باب 5 آیه 7 این رو نوشته: همه نگرانی های خود را به او بسپارید، زیرا او به فکر شما هست. آمین. عزیزان، برنامه اون به پایان رسیده. فقط یادتون باشه بهترین راه برای از بین بردن استراب دعاست. خدا به شما برکت بده. ولی یادتون باشه از طریق راه های ارتباطی که در اول و آخر برنامه اعلام میشه با ما در ارتباط باشید. منتظر نظرات شما هستیم. برکت خداوند با تک تک شما عزیزان باشه و خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید
و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال میشویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید. توی شور من.